درود بر شما. با 180 ثانیه پنج شنبه 25 خرداد ماه ما رو همراهی کنید. روزنامه اعتماد چاپ تهران امروز در گزارشی از افزایش آمار سرقت در ایران خبر داده و نوشته بررسی آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که میزان سرقت در 5 سال گذشته 4 برابر شده است. در این گزارش آمده به هم خوردن موازنه درآمدی و هزینه‌های خانواده‌ها از جمله قشر متوسط رو به پایین در ارتباط با روند کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها موجب می‌شود که برخی مردان و یا زنان تابع مقابله با این فشارها را نداشته و خواسته یا ناخواسته دست به سرقت اموال دیگران زنند. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره سوختبران استان سیستان و بلوچستان نوشت که اگر این سوختبران جانشان را در اثر تیراندازی ماموران مرزی از دست ندهند، در خودروهای آتش گرفته میسوزند یا عضوی از بدنشان را از دست میدهند. در این گزارش آمده سوختبران استان سیستان و بلوچستان مصیبت‌هایشان دست کمی از کولبران استان کردستان ندارد. کارگران معدن زغالسنگ حجت در استان کرمان در مقابل دفتر اداری این معدن تجمع اعتراضی برپا کردند. آنها به پایین بودن حقوق و دستمزد خود در مقابل افزایش هزینه زندگی و تورم و عدم پرداخت همین مبلغ اندک اعتراض داشتند. از برج 11 سال گذشته یعنی هر ماه 3 تومن 4 تومن حقوق گرفتن که بماند، بیمه شون همیشه ناقص ها رو رد میشه. الان هم ما 400 متر داریم میریم زیر زمین، مسئولین اصلا جوابی به ما ندادن. حالا موقعش هیچی، دریافتی که من داشتم 4 میلیون بوده. 4 میلیون چی بوده؟ هم حق بیمه من بوده، هم حق اولاد، هم عیدی، همه چیز من روی این 4 میلیون بوده. حالا واقعا این انصاف از برج 12 ما تا برج 3 این 4 میلیون رو دریافت کن. مسئولین پاسخین عیدی بهمون تعلق گرفت، نه سنواتی بهمون میدن، بیممون به دور پرداخت میکنن. الان کسی نمیاد جواب ما رو بده. ما اومدیم توی اداره، اصلا کسی نیومده بگه آ شما چیکار اینجا دارین. خبرگزاری ایلنا از طرح دولت برای افزایش سالانه 1% مالیات بر ارزش افزوده و آغاز به دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی از تیر ماه امسال خبر داده است. در حال حاضر ایرانیان برای خرید هر نوع کالا و خوراکی و مایحتاج عمومی زندگی 9% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند و قرار است طی چند سال آینده هر سال 1% به این رقم اضافه شود و تا پایان برنامه 7 توسعه به 13% برسد.